علی خامنه ای در تازه ترین سخنرانی خود تأیید کرد که محمد باغری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح رو با پیام قبول نوشیدن پارچ زهر به عمان اعزام کرده تا آمریکا به جمهوری اسلامی کمی رحم کنه علی خامنی تو این پیام شروط آمریکا و اروپا در احیای توافقنامه برجام بدون هیچ پیش شرطی را پذیرفته در تازه ترین سخنرانی خودم که گفته مجبور به انعطاف شده این پیام رو ابتدا محمد مرندی مشاور تیم مذاکره کننده هسته ای چندی پیش در گفتگو با شبکه تلویزیونی المیادین فاش کرد و پیام خامنه ای به آمریکا را علنی کرد پس از افشای این مسئله بود که محمد باغری با اختیارات کامل از سوی خامنه دیکتاتور راهی عمان شد تا به طور رسمی موضع نظام در خصوص عقب نشینی از شروط خود در مذاکرات رو اعلام کنه پس از بازگشت باغری از این سفر سعید جلیلی پوفیوز دست کم تو, تو, سخنرانی نسبت به این اعلام شکست خامنه و نظام سخنرانی کرد که نخستین سخنرانیش روز بیست اردیبهشت انجام شد دومین سخنرانی جلیلی هم به تازگی تو دانشگاه علامه طباطبایی انجام شد که به سراحت از تلاشهای های یک جانبه جمهوری اسلامی برای احیای برجام انتقاد میکنه این مخالفت ها در شرایطی که گزارش هایی مبنی بر مذاکرات محرمانه مقام های امریکایی با مقام های امانی منتشر شده که بررسی پیام خامنه ای از مهمترین علت اون میتونه باشه تغییر علی شمخانی از سمت مهم دبیر شورای عالی امنیت ملی پس از ده سال اتفاق مهم تو دولت رئیسیه که از روزهای نخست به دنبال اون میگشت اما چندان توفیقی در این زمینه نیافت. از سوی دیگر اقدامات شمخانی در یک سال اخیر مبنی بر توافق با عربستان و گفتگوها با چین باعث شد اطرافیان رئیسی نسبت به کنار گذاشتن شمخانی تصمیم جدیتر و تلاش بیشتری اتخاذ کنند. منصور حقیقت پور فعال سیاسی اصولگرا در آغاز درباره جنبه های مختلف کنار گذاشتن علی شمخانی به انتخاب گفت این اتفاق هم میتونه سیاسی باشه و هم طبیعی باشه. بالاخره ایشون ده سال دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده و هر انسانی بعد ده سال تمام طرحها و برنامه ها و نواری رو ارائه میده و جابجایی بعد از ده سال کار بدی نیست. البته میتونه وچه سیاسی هم داشته باشه رئیسی دنبال کسی میگرده که از نظر چارچوب فکری باهاش نزدیک باشه و شاید ابعاد شمخانی بزرگتر از اون بود که در این تراز قرار بگیره نتیجتا این اتفاق رو باید مشترک ببینیم که جنبه سیاسی داره و هم جنبه طبیعی وی در ادامه نسبت به فشار اطرافیان رئیسی به اون به جهت کنار گذاشتن شمخانی با توجه به توافق با عربستان افزود من بعید میدونم ماجرای عربستان دخیل باشه رئیسی از سال 1400 دنبال این بود که شمخانی رو عوض کنه این دو سالم تحمل کرد و شاید آدم مناسب پیدا نکرده که زودتر این کار را انجام بده البته افرادی که کاندید شده بودند در این ابعاد نبودند که دبیر شورای عالی امنیت ملی باشن شمخانی این وزن و داشت که این سمت رو داشته باشه تحمل رئیسی هم در این جهت بود که آدم مناسب پیدا نکرده بود البته امیدوارم احمدیان تو کار خودش موفق باشه این فعال سیاسی سپس درباره تغییر نگاه و رویکرد شورای عالی امنیت ملی پس از شمخانی اشاره کرد تغییر نگاهی صورت نمیگیره ما باید ساختار رو تحلیل کنیم دبیر شورای عالی امنیت ملی و وزیر امور خارجه اقدامات رو نمیتونن بدون تصویب شورا انجام بدن یعنی اگه شمخانی در چین با عربستان توافق کرده که مثبت هم بود یه ابتکار فردی نیست ابتکار فردی در صحنه شورای علی امنیت ملی عرضه میشه موافق و مخالف بحث میکنن سپس تصمیم اولیه به رهبر انقلاب ارائه میشه اگر ایشون توصیه کردن اجرا میشه اگر قبول نکردن به بایگانی میره فرد جدیدم که اگر کارشناس ها و کمیسیون ها رو فعال کنه خوبه اما در سطح بین الملل هر کاری بخواد بکنه با اجازه باید باشه حقیقت در پایان میگه این حق طبیعی رئیسیه که آدمی رو در ابعاد خودش به شورای عالی منصوب کنه و بخواد تمامی نهادها رو یک دست کنه این با این انتصاب ها و انتخاب ها راهبری مسائل کلان خصوصا مسائل امنیت ملی خوب اداره بشه که هر کس حرف خودش رو بزنه و حرف مفتم کسی نزنه در پی اعدام سه معترض در ایران و افزایش چشمگیر آمار اعدام و سرکوب ها علیه شهروندان اتحادیه اروپا در بسته جدید تحریم های حقوق بشری خود پنج مقام جمهوری اسلامی و دو نهاد وابسته به سپاه پاسداران رو تحریم کرد در فهرست جدید تحریم نام سازمان بسیج دانشجویی و بنیاد تعاون سپاه پاستاران قرار داره علاوه بر این اتحادیه اروپا سلمان آدینوند فرمانده یگان امداد تهران بزرگ محمد امین آقا میری دبیر شورای عالی فضای مجازی محسن نیکورز دادستان سابق شهرستان سیرجان نادر مرادی معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت تهران و سعید منتظرالمهدی سخنگوی فرماندهی کل انتظامی ایران را هم تحریم کرد پیشتر آنالنا بوربه اوک وزیر خارجه آلمان اعلام کرده بود که وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست خود درباره تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی تصمیم گیری خواهند کرد. بربوک در این زمینه افزود که اعضای بیشتری از سپاه پاسداران به فهرست تحریم اضافه خواهند شد و تاکید کرد بسته تحریمی جدید نشانه روشنی است که ما در کنار مردم ایران هستیم. او با اشاره به نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی به خبرنگاران گفت زیر پا لگت شدن حقوق زنان به دلیل حجاب و مسموم شدن دانش آموزان در ایران قابل پذیرش نیست همزمان جوزف فورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم با اشاره به اعدام سه معترض دیگه در اصفهان اعلام کرد که در نشست وزرای خارجه این اتحادیه بسته تحریمی جدید علیه مقامات جمهوری اسلامی به دلیل نقض حقوق بشر تصویب میشه اعدام مجید کازمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی در جمعه گذشته موجی از اعتراض و محکومیت داخلی و بینون مللی را به دنبال داشته. ایرانیان سراسر جهان در سه روز گذشته با برگزاری تظاهرات و تجمع در شهرهای مختلف خواستار اقدام بیشتر جامعه جهانی علیه جمهوری اسلامی شدند. نمایندگان پارلمان ناتو خواستار قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه های تروریستی اتحادیه اروپا شدند. در کانادا نیز لئو هوساکوس سناتور کانادایی در واکنش به اعدام سه معترض اصفهانی گفت جامعه جهانی از جمله کانادا باید گام های ملموسی برای حمایت از مردم ایران بردارد. همچنین مدت زیادی از موعد آن گذشته که ترودو سپاه پاسداران را به عنوان نهاد جنایتکارانه معرفی کند. از زمان آغاز خیزش انقلابی و سراسری زن زندگی آزادی علیه جمهوری اسلامی اتحادیه اروپا به همراهی بریتانیا آمریکا کانادا و استرالیا و حتی کشورهای نیوزلند تحریمهایی را علیه سرکوبگران این خیزش وضع کردند با این حال هنوز اتحادیه اروپا کانادا و بریتانیا نام کثیف سپاه پاسداران را به عنوان یک سازمان جنایتکار طبقه بندی نکردند این اولین بار نیست که اتحادیه تحریم های حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی وضع میکند با این اصاف ابراهیم رئیسی بیسواد جنایتکار گفته در جمهوری اسلامی معتقدیم که تحریمها مانع پیشرفت نیست ابراهیم رئیسی جنایتکار در دیدار با رئیس جمهور اندونزی گفت که ما در جمهوری اسلامی معتقدیم که تحریمها مانع پیشرفت نیست این بیسواد افزود همکاری و ارتباط با کشورهای همسایه مسلمان و همسو با جمهوری اسلامی در اولویت است.